متکران یا خیلی سبز رو برای فرایند نوروزیمون احتیاج داریم. حالا من دقیق واسط مشخص میکنم کدوماشو بزنید، چجوری بزنید، چه مدلی جلو بریم، چند تا تست بزنیم و بر چه اساس کارمون رو با هم دیگه جلو ببریم. چون فرایند کارگاهایی هم که ما در اردوی آنلاین با هم خواهیم داشت 3 تا 20 دقیقه است، یعنی یک 20 دقیقه انگیزشی، یک 20 دقیقه مشاوره‌ای و یک 20 دقیقه برنامه سازی آموزشی که در 30 روز با هم پا به پا جلو بریم. پس لطف کنیم موقعیت طلایی رو از دست نده. پس من زبان 10 رو بعد 4 دور ببندم، زبان 11 رو بعد 4 دور ببندم، زبان 12 رو بعد 1 دور ببندم و من ازت خواهش میکنم اگر واژگانش رو نخوندی من همکنون فایل زبان رو داخل کانال تلگرام پیشتازان که لینکش هم داخل لینکش هم پیشتازان آندلان یخچالیان بری هست، اون فایل رو دانلود کن. دمت گرم. چه اگه اردوی آنلاین هستی یا اردوی حضوری هستی، من ازت عاجزانه خواهش میکنم تا روز اردو، آغاز اردو، واژگان رو حفظ باشی. یعنی انقدر وقت بذاروش که برای من در نوروز مرور واژگان و خواندن واژگان ترمز نشه. این خواهش رو از تک تکتون دارم که حداقل واژگان شما تا قبل از اینکه فرایند کار کرده باشیم، در خیلی هم فایل حجیمی نیستش، یه فایل 30 صفحه‌ایه، یه فایل 9 صفحه‌ایه، یه فایل 7 صفحه‌ایه، یعنی مجموعاً 46 صفحه است. اینو لطف کن پرینت کن و تا آغاز اردوی آنلاین یا اردوی حضوری کاملا واژگان رو 100% خونده باشی و کاملا و 100% مسلط بهش باشی. خوب دقت کن. پس شما در نوروز بهترین زمان برای جمع‌بندی مباحث پایته. خوب دقت کن، بهترین زمان برای جمع‌بندی مباحث پایت دوران نوروزه، چون اونایی که 12 هستن که بعدش درگیر امتحانات شبه نهایی و نهایی خواهند شد، بنا خداگاه باید بشینن و 12 رو بخونن. پس عملا ما چرا اینقدر میگیم ای دوران طلایی، دوران خیلی جذابیه، دوران پیشرفته؟ یکی از علل طلایی بودن دوران نوروز دقیقاً همین مسئله است. دقیقاً همین مسئله است دوستان عزیز من، که ما اگر پایه رو جمع نکنیم عملا بعد از عید دیگه فرصتی برای جمع کردن مباحث پایه نخواهیم داشت. ببین شما عید اینو تو ذهنت داشته باش، اگر از پدر و مادرای عزیز واقعا خواهش میکنم بچه ها رو به هیچ مهمانی نبرن. حالا مادر بزرگت بیا ناراحت میشه، حالا عمت بیا حرف در میاره، حالا عموت بیا فلان، حالا خالت بیا تو ازش شیر خوردی، این ادا اصولا در نیاری. آقا هیچ آقا 1 فروردین تعطیله، 13 فروردین تعطیله. من چون بعضی از بچه‌ها دیگه اونایی که اردویی هستین و که با هم در ارتباط خواهیم بود، غیر اردویی‌ها دیگه نمیبینیم و من هر کس اردوی آنلاین میاد من برای 1 فروردینت هم برنامه دارم، من برای 29 اسفندت هم برنامه دارم، من برای چهارشنبه سوریت هم برنامه. من سالهای قبل که مثلا سال 91 92 جوانتر بودم، 1 و 13 فروردین رو تعطیل می‌کردم. بعد که تعداد پزشکام، دندون پزشکام، داروسازام، شریفیام، تهرانیام، امیرکبیریام، بچه‌های انسانی خفنم، زبان خفنم، هنر خفنم زیاد شد، یک بار یک جلسه گذاشتم این دوستان رو دعوت کردم، گفتم خانم نیلوفر یاوری آیا رتبه 50 کنکور، آیا شما 1 فروردین درس خوندی یا رفتی استراحت کردی؟ من دیدم رتبه برترم همه میگن استاد ما با اینکه شما گفتی درس نخون ولی ما 1 فروردین هم دیدیم چیکار کنیم. چه چیزی جذابتر از درس؟ چه چیزی جذابتر از روپوش سفید پزشکی؟ چه چیزی دلچسبتر از رسیدن به دانشگاه مورد علاقه‌ام؟ 1 هم نشستیم درس خوندیم. گذشت. آقا 13 هم درس خوندی؟ آقای اخشاریان ما این هم اومدیم اردو 11 روز رو طلایی کردیم، با چه حسی 13 بریم تو طبیعت؟ طبیعت من، سبزی من، زیبایی من، همین کتاب IQ منه، همین آزمون های قلمچی منه، همین کتاب سه سطحی منه، همین کتاب پینوکیو منه، همین کتاب مبتکران منه،
من با اینا حالم خوب میشه، با اینا وقتی بهشون نگاه میکنم